خب در ادامه صحبتمون، من برای اینکه یه دوره‌ای داشته باشیم که توی پارت قبل در مورد اون بخش‌ها و سکشن‌هایی که در مقاله علمی پژوهشی باید رعایت بکنیم و اونجا تأکید کردیم که حالا مقاله علمی پژوهشی صرفاً فارسی نه، انگلیسی هم به همین منوال باید استراکچرش رو بچینیم و کارش رو ببریم جلو. اونتا خب من میخواستم اینجا توی این پارت طبق قولی که داده بودم بیام یک سری ژورنال ها با زمینه های مختلف رو با هم بررسی کنیم، ببینیم این توضیحاتی که ما در این فایل ورد توضیح دادیم، مثلا گفتیم عنوان هست، چکیده هست، مثلا گفتیم چکیده باید توصیف کلی در مورد موضوع مورد بحث باشه، خیلی به صورت روزنامه، روزنامه وار میخوام توضیح بدیم، بگیم که خب این صحبت هایی که الان ما در فایل ورد کردیم که الان شما دارید مشاهده بکنیم، اینها رو چطوری میشه در اون مقالات مختلف توی رشته های مختلف چک کرد و دید که خیلی با هم فرق نداره، یعنی کانتکست و اون کانسپتی که شما باید در رشته های مختلف و هیچ فرقی نمی کنه که کجا شما میخواید تو چه رشته ای کار کنید تقریبا مشابه هم هستن، یعنی فرق آنچنانی با هم ندارن، ممکنه در نوع پرزنت و توصیفش با هم فرق داشته باشه. خب این طبیعی هست. به هر حال ما اومدیم میشه گفت 6 تا ژورنال رو پیدا کردیم، حالا فارسی به خاطر اینکه سریعتر به اون هدفی که میخوان برسیم، ایزن همین رو اگه شما بخواید در ژورنال های در واقع لاتین و اینترنشنال بررسی بکنید هستش، اونم مثل همین فرق نداره، یعنی شما فرض بفرمایید ما اینجا رشته معماری رو در واقع ژورنال فارسی داریم بررسی میکنیم، به طور مشابه شما در واقع مقالات ISI هم میتونید به همین منوال کار رو ببرید جلو. خلاصه این چیزی بود که من مد نظرم بود، یکی رشته معماری بود، رشته مکانیک بود، رشته حسابداری، رشته حقوق، رشته در واقع روانشناسی و ریاضی، یعنی گفتیم 6 تا ژورنال مختلف رو بررسی بکنیم که ببینیم به در واقع چه نتیجه میرسیم. من یه توضیحی بدم مثلا در مورد سایت های مقالات علمی پژوهشی، ببینید تقریبا شبیه به هم هستن، یعنی تمپلیت این یا قالب این سایت تقریبا شبیه به هم هستن، شما مثلا در مثلا اینجا ببینید صفحه اصلی مرور اطلاعات نشریه، راهنمای نویسندگان، ارسال مقاله، داوران، تماس با ما، شما همین رو دوباره همینجا دوباره میبینید، دوباره برای رشته حسابداری هم همین، برای رشته حقوق هم همین، یه تمام شبیه به همین این تمپلیت، برای رشته روانشناسی هم به همین، برای رشته ریاضی فقط حالا اینجا یه خورده چهره این تمپلیت تغییر کرد، اونم به این. خلاصه تقریبا شبیه به همه، یعنی چیزی زیاد سختی نیست و به خاطر همینه، این به خاطر این اشتراکاتی که وجود داره من تصمیم گرفتم که تو رشته‌های مختلف رو بیارم توضیح بدم که همه یکیه، فرقی ندارن، فقط در کانسپت و کانتکست ممکنه که با هم متفاوت باشه. خب من اینجا میام شماره های پیشین نشریه رو میرم، من یه دونه مقاله انتخاب کنم، مثلا همین
جستجوی اصولی برای طراحی آرامگاه ها با تکیه بر مطالعات تاریخی، نمونه موردی طراحی آرامگاه سعدی که خب اینجا البته یه چیز کلیه ها، شما دارید میبینید یعنی مثلا نوع مقاله رو گفته، نویسندگان رو گفته، افیلیشن رو گفته یعنی وابستگی، مثلا این شخص افرا قریب‌پور در واقع این فعالیت پژوهشیش رو در دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران انجام داده، حالا اینجا چکیده رو آورده و در نهایت کلید واژه. من به خاطر اینکه خود مقاله رو ببینم سعی می‌کنم که برم داخل اینجا و این مقاله رو دانلود بکنم. خب من اینا رو دانلود می‌کنم، حالا بعد به صورت کاملا یک پارچه همینا رو بررسی. خب این از این. برای مهندسی مکانیک باز هم به همین صورته. من میام دوره 52 رو انتخاب میکنم. آها یه چیزی دیگه هم که هستش که اونم من لازم میبینم بگم، من همین مقاله اول رو انتخاب میکنم که بازم این مثل همونه، من این مقاله رو دانلود کنم. برای بررسی حسابداری و حسابرسی باز هم میایم دوره 28 رو انتخاب میکنیم. باز هم همین مقاله اول کفایت می‌کنه. می‌بینیم شبیه به همه، زیاد چیز خیلی متفاوتی نیست که ما مثلا حالا بگیم در فلان ماهیت همین اینها پژوهشه، یعنی قراره که یه تحلیلی انجام بشه، یه جستجوی انجام بشه و یه نتیجه رسیده بشه یا به یک هدفی دست یافته بشه که در نهایت بشه مثلا اون یه گزارش، اون یه گزارشی که بشه ازش استفاده کرد. برای رشته حقوق هم باز به همین صورت، ما حالا آخرین دوره رو می‌بینیم، دوره 20 رو می‌بینیم. حالا من یه نکته ای رو اینجا به ابتدا بذاریم، اینا رو من دانلود بکنم و بهتون بگم که چیه. خب این چرا نیومد؟ خب حالا این بیاره، من وارد مجله روانشناسی سلامت بشم. و باز هم اینجا برای پژوهش‌های ریاضی وارد آخرین شماره میشیم. توضیحاتی که من میخوام بدم توضیحات خیلی کلیه، چون من در رشته روانشناسی تحصیل نکردم، در رشته حقوق اصلا اطلاعاتی ندارم یا در رشته معماری هیچ بک‌گراندی ندارم، ولی توضیحاتی که دارم میدم توضیحات جنرال که در همه رشته ها ازشون استفاده میشه. خب ببینیم که اینو چطور میشه دانلودش کرد.
خب این فقط ابسترکت داشته. من اینو میام انتخاب میکنم که بتونم کلیتش رو ببینم. خب من اینو دانلود کنم. این هم به همین صورت. خب این رشته حقوق رو یا دانلود، یعنی اصلا صفحش باز نمیشه تا حالا بشه یک مقاله گذاشت. خب من یه توضیح دیگه ای رو لازم میبینم بگم. ببینید در همه مجلات پژوهشی، علمی پژوهشی، علمی ترویجی، فرقی نداره، هر کدومشون سلیقه خاصی برای ارائه مقاله دارن. یعنی چی؟ مثلا من الان همین رو باز میکنم، در کنار هم یه مقایسه ای رو انجام بدیم. تا حالا متاسفانه اون رشته حقوق باز نشد، ما صرف نظر میکنیم همین 5 تا مقاله رو بررسی. اگر توجه بکنید متوجه میشید. ببینید الان این برای رشته معماریه، یعنی در این قسمت اومده اینجا یه توضیحی داده از اون تایتل، بعد اومده چکیده رو گفته، بعد واژگان کلیدی رو گفته، اینجا افیلیشن اومده. ببینید افیلیشنی که شما الان اینجا توجه میکنید، افیلیشن یعنی چی؟ یعنی وابستگی. گفتم بهتون مثلا افرا قریب‌پور توی استادیار هست در دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، که اینجا جیمیلش هم در واقع ایمیلش هم آورده، ایمیل دانشگاهی و ایمیل آکادمیکش رو آورده. به طور مشابه شما الان می‌بینید مریم خنشا، این مریم خنشا، اون هم در واقع کارشناس ارشد معماریه در دانشکده معماری و نویسنده مسئول. یعنی شما اگر بخواید این مقاله رو بخونید و یا خوندید سوالی در درون این مقاله برای شما مطرح شده، شما باید به این نویسنده مسئولی که اینجا گفته، یعنی گفته نویسنده مسئول، اینم ایمیلشه، شما به این شخص باید در اصل ایمیل بزنید و سوالتون رو بپرسید. این یه چیزای در واقع روال هستش که اصلا تو مطالعات باید بهشون توجه بشه. من از لحاظ ظاهری یک سری در واقع اول میخوام یه نگاهی بکنیم ببینیم از لحاظ ظاهری چه فرقی دارن. مثلا برای مقاله تحلیل اگزرژو اقتصادی یک سیستم جدید و تولید سگانه توان گرما و آب شیرین، باز همینه، اینجا اسم نویسنده ها هست، اینجا افیلیشنش هست، اینجا چکیده است. اینجا حالا ببینید الان مثلا این فرقش با قبلیه چیه. قبلیه مثلا چکیده انگلیسی نداشت، یعنی چیزی که ما دیدیم چکیده انگلیسی نداشت، حتی آخرش هم چکیده انگلیسی براش لحاظ نکرده بود، ولی این داره. بعد مقاله قبلی که ما بررسی کردیم، این الان دو ستونه است، می‌بینید به اینا میگه مقالات دو ستونه. این مقاله هم به صورت دو ستونه ارائه شده. اما یه نکته ای هست این وسط. نکتهش اینه که توی اینجا ما می‌بینیم این مقاله حالا میزان اسکیلش 100% دیگه، درسته؟ میبینیم فونتش با فونت مقاله قبلی فرق داره، سایزش فرق داره، حتی نوع فونتش هم تغییر کرده. خب اینا در واقع یه سری تفاوت هایی هستن که میگم بر اساس اون تمپلیتی که سلیقه است هر قالب، هر خدمت شما عرض کنم مجله برای خودش یک فرمتی رو تعیین کرده، مشخص کرده، حالا بر اون اساس داره مقالاتی رو چاپ میکنه.
مقالات انگلیسی هم به همین صورته، سایز فونت، نوع فونت، دو ستونه یا تک ستونه بودن، اینا دیگه همش یه چیزایی که دیگه بسته به اون سایتی هستش یا اون مجله هستش که دارن تو اون زمینه کار میکنن. الان مثلا این مقاله همون حسابداری است، ببینیم مثلا این الان انگلیسی رو اول آورده، ابسترکتش رو، توضیحاتش رو، بعد خب این قطعا مثلا اومده گفته متدش این بوده، ریزالتش این بوده، ابسترکت اینا همه شاره تو بحث ابسترکت، ابجکتیو آورده کامل توضیح داده. و اگر مثلا اینجا توجه بکنیم، اینجا اومده افیلیشن رو آورده، اینجا هم قسمت خدمت شما عرض کنم عنوان هست یا تایتل هست، بعد اومده فارسی رو داده، یعنی بعد از انگلیسی فارسی داده. الان قبلی چی بود؟ قبلی اول فارسی رو عنوان و تایتل و چکی در نوشته بود، در این مقاله انگلیسی رو اول آورده. خب این نشون میده که سلیقه‌ای هست دیگه. الان ما اینجا می‌بینیم تک ستون است. حالا یه سری اختلافات خیلی درونی و جزئی هم وجود داره، ولی اونا رو دیگه ما با خوندن جزئیات و توضیحاتی که داخل خود چیز گفته، یعنی خود همون قالب برای ما توضیح داده، رو باید بیای توجه بکنیم و پیاده سازی کنیم. مثلا یه نمونه کوچیک من بگم که شما متوجه بشید. مثلا ما الان توی مقاله حسابداری اومده رفرنس رو به این صورت نوشته، گفته لی و ژاو، بعد مثلا بالاش یه دونه بالا نویس گذاشته، مثلا نوشته 2018، که شما میرید مثلا تو رفرنس های اینجا نگاه میکنید که اون ژاو رو پیدا میکنید تو اینجا 2018 بود. مثلا از اینا میشه فهمید، این 2008، 2015 است، 2010، 2009، 16، 18، یه 18 است که این نیست، 1991، 2007، 2009، 1900 فارسی است. یه بار دیگه نگاه کنیم. لی و ژاو 2018. یه خورده خب این سخت‌تره دیگه پیدا کردنش. مثلا اگه شماره داشته باشه خیلی بله، اینه، این اون مقاله است، لی و ژاو 2018. و دیگه ببینید حتی هر ژورنالی نحوه نوشتن رفرنس ها رو از لحاظ ترتیب یا نوعش، حالا ایتالیک باشه یا ایتالیک نباشه، همه اینها براش برنامه داره، برای همه اینها یه استراکچر مشخصی داره، شما نمیتونید بل بخواهی بنویسید. مقاله بعدی رو نگاه کنیم. این مقاله ببینید اصلا اومده اینجا یه کادر آبی گذاشته، عنوان فارسی رو آورده، بعد پشتش عنوان انگلیسی رو آورده، بعد فارسی رو چکیدش رو این طرف گذاشته، ابسترکت سمت چپ گذاشته، بعد دو ستونه هست اومده توضیحات شد داده. ببینید خیلی فرق داره با قبلی ها روی که دیدیم، پس نشون میده که قرار نیست همه مثل هم بنویسیم، یعنی قرار نیست که رشته حقوق و روانشناسی و ریاضی و فیزیک و مکانیک همه مثل هم بنویسن، نه، اینا اصلا ماهیت رشتهشون فرق داره، قرار نیست مثل هم یه کاری رو ارائه بدن.
این الان دقیقا شبیه به از لحاظ تعداد ستون ها مثل این مقاله در واقع مکانیک هستش، دو ستون هست. و مقاله آخر که برای نشریه علوم دانشگاه خوارزمی است، پژوهش‌های ریاضی، اینم دقت بکنید ظاهرش رو، این مثلا اومده چکیده رو مثلا همه راست چین بودن، این وسط چین مثلا چکیده رو وسط گذاشته و یه توضیحاتی داده، واژه‌های کلیدی رو گذاشته، بعد مقدمه مفهوم روی فضای متریک احتمالی، همینجوری تک ستون از این دیگه، این دیگه به صورت تک ستون ارائه و میبینیم مثلا نحوه پرزنتش فرق داره. خب چون رشتهش هم فرق داره، قرار نیست مثل هم و شبیه به هم بنویسه. ببینید فرق داره. این یک بحث که من هنوز اون بخش اصلی صحبتم رو ارائه ندادم. یه لحظه دوست دارم که یه نکته ای رو که همین الان به ذهنم رسید به شما بگم تا به ادامه کارمون بپردازیم. ما گفتیم که همه ژورنال ها نوع یا قالب سایتشون یکیه، به خاطر همین من فقط این پژوهش‌های معماری و محیط می‌پردازم. بیاین تو قسمت ارسال مقاله، ببخشید توی راهنمای نویسنده بود. ارسال مقاله که خب طبیعتاً مشخصه، شما باید اینجا یه پروفایل درست بکنید و بر اساس یک روند مشخصی مقالتون رو ارسال. خب ما به راهنمای نویسندگان مراجعه بکنیم، اینم بازم سلیقه یه سری میشه گفتش که مجلات قالب اون مقاله‌ای که شما میخواید توش سابمیت بکنید اومده در قالب یه فایل ورد گذاشته، شما خیلی راحت میتونید برید بردارید اسمش رو. بعضی‌ها رو گذاشتن اسم اینجا، این اومده کامل توضیح داده، مثلا گفته در نشریه پژوهش‌های معماری محیط نوشتارهای علمی پژوهشی در زمینه معماری شهرسازی پس از بررسی داوری به تصویب در هیئت تحریر به چاپ می‌رسد. این نشریه از پذیرش هست. گونه های دیگر نوشتار مانند ترجمه، گردآوری، گزارش و یادداشت معذور است. یعنی شما نمی‌تونید مثلا تو اینجا بیاید ترجمه کنید بذارید. یه سری توضیحات اینجوری جنرال داره، اما اون چیزی که الان برای من بیشتر مد نظره اینا هستش. ببینید مثلا خود تعداد واژه‌های چکیده فارسی و انگلیسی حدود 250 تا 400 کلمه، تعداد کلمه کلید واژه ها حداقل 3 و حداکثر 5 باشه. مقالات در محیط ورد اندازه کاغذ A4 و با فونت بیزر نوشته شده. عناوین اصلی با اندازه 13 بولد و عناوین فرعی با اندازه 12 بولد و متن با اندازه 13 تایپ شده. چکیده انگلیسی با فونت تایمز نیو رومن و با اندازه 12 ری باشد و بقیه چیزهایی که الان توضیح داد. حالا شما باید وقتی متنتون که از داخل پایان نامه برداشتید، چون خود پایان نامه هم بر اساس تمپلیت دانشگاه آماده شده، اونم اون ویراستاری و نوع آماده سازیش بر اساس یا خاص همون دانشگاه شماست، بنابراین ما اینجا نمیتونیم بگیم که همونو بیاریم بذاریم داخل یه فایل ورد و یعنی اون کانتکسی که اینجا آوردیم توضیح دادیم، گفتیم مقاله علمی پژوهشی باید به این صورت باشه، بیایم از پایان‌نامه برداریم و کپی پیست کنیم داخل یه فایل وردی بر اساس این چیزی که گفتیم و عناوینش رو بنویسیم، مثلا بنویسیم این عنوان، این تمر چکیده، این کلمه کلیدی، این مدل سازی، شبیه سازی و مراجع، بعد بگیم خب این بشه یه مقاله علمی پژوهشی. نه اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. چرا؟ چون الان شما اینجا با مجله طرف حساب هستید و این مجله خودش یه در واقع
تمپلیت خاص خودش رو داره، یعنی شما بر اساس اون الگو براش کارش آماده بکنید. بنابراین شما اینجا موظف هستید که دوباره بیاید این دستورات و این صحبتایی که کرده رعایت کنید. در غیر این صورت دچار مشکل خواهید شد، چون میره و مجله برمیگردونه و این بدتر ممکنه که باعث ناراحتی بشه، اصلا باعث ناامیدی بشه. بنابراین این نکات رو رعایت کنید. نکات خیلی سختی نیست و کاملا قابل اجراست. خب اینها گفته شد. مثلا برای ارسال مقاله برای مجله مکانیک دانشگاه تبریز، اینم به همین صورت راهنمای نویسندگان. حالا اینجا این مثلا مقاله هزینه داره، باید شما هزینه بدید. مقاله قبلی، ژورنال قبلی اصلا هزینه نداشت. این مثلا اومده مشخص شده، دقت بکنید. این اومده گفته که در واقع قالب پیشنویس یا همون فرمت رو مشخص کرده، یه تمپلیت رو مشخص کرده و میگه که شما تمام اون کانتکست هایی که از داخل پایان‌نامه‌تون میخواد بیارید و به عنوان یه مقاله توی این مجله ارائه بدید، از این قالب استفاده میکنید. و همین راحت، یعنی من اگر اینو باز کنم ببینید این قالب میشه. مثلا اومده گفته قالب. حالا این یه خوبی داره، خوبیش چیه؟ چون این الگو رو اومدن بر اساس تنظیمات ورد انجام دادن، دیگه همه چیش مشخصه. مثلا میگه شما رفتی از قالب، از داخل پایان‌نامه تو اطلاعات رو برداشتی آوردید ریختید اینجا. مثلا من یه نمونه برای شما مثال بزنم. فرض بفرمایید من اومدم، این شده متنی که من از داخل پایان‌نامه آوردم. میخوام بیارم بذارم کجا؟ میخوام بیام بذارم داخل چکیده. فرض بفرمایید اینجا وقتی من میخوام کپی پیست کنم، ببینید یکی میگه کیپ سورس فرمتینگ، یکی میگه مرج فرمتینگ، یکی میگه کیپ تکست اونلی. ما باید اینو انتخاب بکنیم. چرا؟ چون این دقیقاً الان این کلمه اینجا هست، دقیقاً بر اساس چیه؟ این الان دقیقاً بر اساس نحوه نوشتن در بخش چکیده است. از کجا متوجه میشین؟ از اینجا نگاه کنید، این روی باکس چکیده هایلایت شده. حالا چرا میگیم بر اساس اون نوع نوشتار در چکیده؟ بخاطر اینکه شما اگه اینجا توجه بکنید میبینید دیگه، این الان چکیده خود این تمپلیت است. مثلا چند بینازنین 9.5. اینو الان ما ببینیم، اینم بینازنین 9.5. پس این رعایت شد. بنابراین شما دیگه خیلی راحت اگر اون مجله‌ای که می‌خواید مقاله براش بفرستی، یک چنین تمپلیتی رو در قالب فایل ورد داشته باشه خیلی خوب میشه. یعنی شما خیلی راحت میتونید کانتکست یا اون متن نوشتاری که در داخل فایل ورد پایان‌نامه‌تون هست هم رو بیارید کپی پیست کنید به همین صورتی که من گفتم. کلیک راست این وسطیه، مرج فرمتی، یه خیلی راحت بذارید داخل تمپلیت یا اون الگوی ژورنال. خب این گفته شد. دیگه من چیزی رو اینجا نیاز نمیبینم بگم. آها، حالا یه دونه دیگه ما نشون بدیم. باز راهنمای نویسندگان برای رشته حسابداری و حسابرسی. ببینید این به چه صورتیه. حالا مثلا اینکه گفته شده از مراجعه حضوری و تماس تلفنی خودداری بشه، اینا دیگه یه سری چیزاست که توی اخلاق حرفه‌ای ریسرچ رعایتش.
این هم توضیحاتش به صورت نوشتاری، یعنی قالب، ظاهرا قالب آماده ای در به صورت فایل ورد نداره که ما بتونیم ازش استفاده کنیم. باز برای رشته روانشناسی رو بریم، علوم تربیتی روانشناسی، این قالب داره برای دریافت قالب متن مقاله، برای دریافت تعهدنامه. حالا اینا هم یه بحثای دیگه است که باید حتما بفرستید. مثلا گفته برای دریافت تعهدنامه کلیک و تکمیل نمایید. تکمیل نمایید این در واقع یه سری نکاتی هستش که باید رعایت بکنید، جزء اصول اخلاقی ریسرچه. چرا استفاده میشه؟ مثلا این تعهدنامه از شما یک، در واقع میشه گفتش که یک استعلامی میگیرن که شما خودتون با دست خودتون بنویسید که من تضمین میکنم که این کار واسه خودمه، این پروژه، این تحقیقی که انجام دادم، این پژوهشی که انجام دادم واسه خودمه و خدمت شما عرض کنم این پژوهش قبلا جای چاپ نشده، مقاله مجله دیگه به صورت همزمان ارسال نشده، فقط برای این مجله ارسال شده. بازم این در واقع سلیقه‌ایه، یه سری مجلات دارن یه سری مجلات ندارن. یا مثلا دریافت فرم تعارض منافع، زمانی که شما اینجا میخواید مقاله رو ارسال کنید اینا رو همه رو از شما میخواد که براشون ارسال کنید. این هم توضیحاتش به صورت کاملا در واقع به صورت توضیحیه، یعنی حالا مثلا حتی این مجله هم هزینه دریافت میکنه. ولی خب تمپلیت ورد نداره، تمپلیت ورد نداره. و حالا این مجله خب یه خورده ظاهرش فرق داشت، ولی این هم همونه، یعنی چندان تفاوتی وجود نداره. یعنی هم باید بر همون اساس جلو ببریم. مثلا میگم برای داوران نه، اینو قسمت برای نویسندگان ببینیم. خب این گویا روی سایت باز نمیکنه. حالا اشکال فنیش کجاست؟ مربوط به خود سایت. حالا این کلیاتی که با ما الان نیاز دیدیم که توضیح بدیم و من چیز دیگه ای رو اینجا نمیبینم که خیلی بولد باشه و توضیح نداده باشه. این کلیت بود. حالا انشالله در پارت بعدی من میرم توی دیتیل این مقالاتی که ما دانلودش کردیم از مجلات مختلف توی رشته های مختلف، که متاسفانه یه مقاله نشد دانلود کنیم، اونم توی رشته حقوق بود، اشکالی نداره، ولی تنوع مون زیاده چون 5 تا مقاله در 5 تا مجله مختلف رو داریم. این کلیت بود. انشالله در پارت بعدی من وارد جزئیات میشم، یعنی میخوام اونجا دیگه بررسی کنم که این توضیحاتی که اینجا دادم توی رشته‌های مختلف
به چه صورتیه. اونم سعی میکنم خیلی مختصر و مفید بگم که کارتون را بیفته و بتونید ازش استفاده بکنید. خب برای پارت بعدی شما رو به خدا میسپارم.